سلام میکنم به همه عزیزان، امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. امروزم با محو جون قرار داریم، اومدیم باغ ملی و مثل مکانهای دیگه شیراز پر از شادی و شوره. حالا منتظرم که محو جون رو ببینم و بریم سراغ نگاه مهربونتون، همه جا رو با هم ببینیم. نه محبوب خانم که منتظر منه. سلام عشقم. محبوب جون زحمت کشیدم بلیطارم تهیه کردن که ما معطل نشیم. خیلی زیباست. با اینا چند سالن محبوبه؟ خیلی قشنگه. خواهر قبال ملک. قبال ملک کنم یه زمانی والی استان فارس میسازه برامون، بعد میده به شاه، هدیه میده به شاه که شاه وقتی میومده شیراز. آره بریم دیدنش. بعد از انقلاب گرفتنش کردنش دانشکده نگو. آها استقامت اون به همین دانشجو و خرابش. آها دوباره دانشگاه کردش در حالت باقی بیاشن. آها باقی بیاشناسی و واقعا هم تو دانشگاه بودنش از بین میره. خیلی بزرگه چه درخت های کوهنی. خیلی قشنگه. نمونه گل روزای دنیا. آها اینجا کاشتیم. الان خب فصله که گل آره خیلی گلاش کم میشه. عید خیلی قشنگه. چه درخت زیر دوستان اینجا این درخت خیلی جالب بود. اینجا رو درست کردن از برگای خوش دیگه لخته تا ها میره آخر. اینجا یه حوض خیلی قشنگه تو باغ ارم. و اینم عمارت خود باغ ارم. خب دوستان این هم از نقش‌های زیبای باغ ارم. متاسفانه به خاطر اینکه کفاش چوبیه و استحکام رو نداره، محوجون میگه دیگه نمیذارن بریم داخلش و پایینش رو یه چند تا غرفه چیزای تزیینی درست کردن و بقیه کاخو نمیتونیم بریم داخل. گفتم این نمای زیبا رو برای شما بگیرم و یاد و خاطر سازی بکنید با این نمای زیبا. خیلی خیلی زیباست دیگه. بعد از اینکه دانشگاه هم نشد، دانشگاه رو تعطیل کردن دیگه، فقط شد عمارت برای دیدن. تقدیم به نگاه مهربون شما. هنوز باغچه های اطرافش زیبایی خودش رو داره و کارکنان اینجا زحمتشو میکشن، همیشه زیبا و آباد نگهش داشتن. با این سروای سر به فلک کشیده و نارنج های زیبا که زیبایی این باغ رو دوچندان میکنه. باغ خیلی بزرگه. ما به خاطر اینکه بتونیم جاهای دیگر هم براتون بگیریم مجبورم که انرژیمو نگه دارم براتون که بتونم جاهای دیگر هم برم. دوستان توی عمارت قوام که واقع در پارک باغ ارم هست، یه غرفه هست که عکاسخونه هست و دوستانی که دوست دارن و
میتونن لباس میپوشن. وای خدا، بچه های خوشگل لباس میپوشن و با مادر پدراشون عکس میگیرن به یادگار. خیلی زیباست. دوستان، این هم شجر نامه که اینجا نوشته شده که گفته این باغ مال دوران سلجوقیه و حافظ شاعر بزرگ شیراز در اشعار خود به باغ ارم اشاره کرده و بعدش هم دوران زندیه و خلاصه به قشقایی ها مقر ایلشون میشه و در دوران سلطنت شاه قاجار ناصرالدین شاه هم حاج نصیرالملک از بزرگان شیراز این باغ رو میخره و چندین سال اینجا بوده و بعد از انقلاب هم که میشه چیز. حالا این تاریخچه رو اینجا نوشته شده. محبه جونم یه سری توضیحات برامون داد، میگه زیاد نه جغرافیم خوبه نه تاریخ. آره، اینم ورودی باغ و تمام نارنجستانش و اینا رو زده که چه چیزایی رو داره. دوستان بازم میخوام از باغ برم، دلم نمیاد که این صحنه های زیبا رو که به چش خودم هست شما نبینیم. ببینید چقدر زیباست، چقدر زیباست. خدای من، این تاقایی که توی جاهای باستانی میگیریم، این سروا هم خیلی قشنگ. کاجای زیبا، تقدیم به نگاه مهربونتون. به به دوستان، اینم خود خیابون باغ ارمه که سنگ فرشه با کلی درختای نارنج و گلهای زیبا در پای اونا تزیین شده. دوست داشتم که شما هم این خیابون زیبا رو ببینید. هم پاییز رو داریم هم درختای نارنج رو. انبار شده. حالا دوره خشایارشاه. سلامت باشین. این یه مغازه 200 ساله است خدمتش. یه سری آخه سلامت باشین، زنده باشین. بفرمایین، خوشحال میشم. مرسی. اینجا مثل تخت جمشید بوده. آها، تخت بارگاه خشایارشا بوده. بله، تیمور لنج که آدم کش بوده هم نمیگونه به شیراز. مادر خانمش یه مرضی میگیره، مریضیش دواش آب قوره بوده. آب قوره بعد میخورد یه لحظه. خب بله، بعد میگه که بعد آب قوره بخوره مادر زنش. چون که تیمور لنگ آدم کش بوده، شیرازی ها بهش آقوره نمیدن. آخ، مادر خانم نمیره. آها، این لجش شیرازی ها رو نمیره. آخ، میاد تخت بارگاه اینجا رو خراب میکنه. خراب میکنه. الان همه چیهاش تو موزه هست. آها، اینی تخت جمشید. بله بله، کریم خان زن که به سلطنت میرسه به یه قوام میگه برو نزدیکی خونتون یه مسجد بنا کن. مسجد، مسجد بنا کن، مسجد نزدیک هم نوید بشه. بله بله، که خانش هم هست. حتی هم که تاریخ، تاریخ تاریخ نی تاریخ. بله بله، واقعیت همینیه که حاج آقا بگی. من تا هم اینستاگرام گفتم. بله، هم تو گوگل. بله بله، تو روزنامه ها نوشتم، تو مجله ها نوشتم، به این مساوی کردن. آخه از شاید بزرگی که
میاد اینجا رو خراب میکنه و آره کریم خانم میگه مسجد بسازه. اگه اون رایی میرسه یعنی به سطران میرسه به قوام میگه مسجد دیره نزدی خودتون بنا کن که این مسجد مسجد مل باشه. درست مسجد که بنا میشه این ستونا ایتو مسجد تشواری این ستونا یه پارچه سمیتریه یه پارچه سمیتریه. اون وقت ماشین نبوده آقا شوهر که یه پاچه رو اصلا این هم زوری نمیرسی به سنگار بلند کنن هم کنن. یه نفر میاد میگه از اینجا تو شیراز باید کاه گندم آها من بکن اینها رو میزه قطعه بزرگ میرن آخوی این کاه ها قطع بدن. حالا جاده تخت جمشید زیر قرآن من دارم نگاش بکنید اکشن بگیرید. بله بله چشم. مغازه شماست؟ من خودتون هم زنده بشتریم. چند سال این مغازه به پاس؟ 200 سال. پشت به پشت داشتین اینو؟ از پدر پدرم همچنین پشت به پشت هستیم. ماشا من 16 سال 16 سال 16 سال 8 سال. بیره قشنگی بوده قشو رشو که مال دوران خشایارشاه بوده. آره رشو به آخه فقط بیا اینجا ببین چی میبینی. آخه میشه توضیح بدی براشون؟ آره تابلو وای خدا کیلو 29000 یعنی دو تومن رو یا 2000 سه تومن در شکم سه تو یه تومن. آخه شما وای خب یه کیلو از سه تومن پنج شکم قندشی پهلوان خلیل عقاب یدوله شاهی خلیل عقاب اینو من میشناسم حاج دوره دی خدا بیاموز خاله و مرید حاج دوره دی یه دفعه 5 سال بوده تو مسجد وکیل میرفتن دست شماش میکردن شما من 5 سال بود خاله من مریدش بودم. آره دیگه قدیما اعتقاداتشون رو داشتن. آره میشون پدرشون که مغازه رو بشنست. این مغازه 200 سال قدمت داره. این کوچه برف نمیدیم و بخشی آخه برف یه همین کوچه هست. این همین کوچه است. این همین کوچه. آخه. این برفا که از پشتمون میرفتیم پایین. یادش به کوچه جمع میشه. آخ آره. بعد میریختن تو کوچه و کوچه را میومدن. تمیز میکردن. این شعره چه؟ پهلوان مصطفی هاشمی. پهلوان داشتیم و داریم. کی گفته عکس خودشون چقدر قشنگه ایشون که الان برای اون تاریخ رو تعریف کردن. آه خود اسد مصطفی هستن. اسد مصطفی این کتاب قدیمی رو ببین این پیتای حلبی قدیمی رو الان چیزی توشه اینا؟ آه بعدشون اوخ یدوله شاهی مدالات سینشون هست. آخه چه قهرمان ها و چه پهلوان هایی داشتیم. این هم کتاب های عطاری هنگه اینا کتاب های قدیمی عطاری این پهلوان جان شاهی آخه ماشاءالله اون موقع 17 سالشون بوده این سن 17 سال پهلوان یدوله شاهی داره سیمین مسی پاره میکنه آقا علی ابن حمزه بله کلان لخانیات بود و تربیت بدنی ما همین دو بلیتش دو تومن بود ما بلیتی رو نمو از پشت رو نفتیم این بالا نشستم. آخه نشستیم تماشا کردیم گرد همون که من علاقه بعضش با اصلا بید کردم عزیزم یادشون گرامی دیره ایشون هم که تختی هستن و فردین و در کنار پهلوانان ایران زمین به 200 سال قدمت خیلی 200 سال عطاری بوده.
آقا خیلی زحمت کشیدین، پاینده باشین، زنده باشین، دست شما در سلامت باشی، قربان شما، خدا نگهدار میگه، خدا حفظ کنه، ممنون، خدا نگهدار. مرسی. خب اینم از مسجد نصیرالملک، مشهور به مسجد صورتیه به دلیل اینکه رنگ‌های صورتی تو این عمارت بسیار استفاده شده، همونطور که این آقا گفتن به دستور کریم خان زند نصیرالملک اینجا رو ساختن. جز بناهای خیلی خیلی عالی. خب اینم داخل مسجده که ما اومدیم این بنای زیبا رو فیلمی گرفته باشیم و تقدیم نگاه مهربونتون بکنیم. چه حوضی، چه عمارتی. یعنی به مسجد صورتی معروفه به دلیل اینکه تمام رنگ‌هایی که استفاده شده بیشتر صورتی. بچه ها اومدن اینجا و بازی های کودکانه بیشتر رنگ صورتیه. کاشیکاری بسیار زیبا و دیدنی داره. چقدر این عمارت قشنگ و مهربانه. چقدر رنگ‌های صورتی خوشگلی استفاده کردم، بسیار زیبا. و کاشی‌های خیلی تیکای خیلی کوچیکه از کاشی‌ها، نقاشی‌هاش. چقدر این رنگ ها و نقاشی ها اصل و خوب بوده که این همه سال بدون کمترین آسیبی باقی موندن. خیلی قشنگه. به حیاط پشتی قدیمی یه حس خوب و آرامش بخش داره. چه درخت نارنجش خوشگله. یا کریما نشستن روی شاخه ها. اون وسط نشسته خودو. اینجا هم داخل رواق هاست که از قدیم بوده با ساخت زیبای معماران قدیمی. به به. و الان شده گالری هنر که همه دارن ازش استفاده میکنن. آقا عدد من یه جای دیگه در اومد. بچه ها رو دارن بازی میکنن. اه.
قشنگه، خیلی زیباست. تو این بناهای قدیمی بوی نمش و بوی اون عطر ساختمون خیلی خاصه، خیلی. سی متر چاهه آخه. چقدر جالب، مرسی. چقدر خوب. آب اضافی که از اینجا حالا دورش میریخته یا استفاده میریخته داخل این چاهه. آها. اصلی این بالاست. این بالاست. برای اون کارینه. آها. آره میدونی. میشه گفت آبای اضافی تو چاه پایین میخوایی. چقدر قشنگه. آره. آره دل و آب. آره آخه. یعنی قدیمیان به حیوانا رحم کردن. راه داشته. حالا تهش و میراث فرهنگی بسیده ولی به خود خوبه نسل اول به زینت الملوک راه داره. راه داره. و طول اینجا به اندازه طول چاه درسته؟ بله. آها که تنوع میکشه. چاه بیشتره. آها. بله. بعد کارهای سیاسی، کارهایی که بخواستن حالا کسی متوجه نشه رو این از این طرف انجام میدادن، از راه اصلی نمیرفتن. ولی حالا این چوبا و این آهنها و نردار نمیرفتن. بله. آره دیگه به خاطر اینکه هنوز اینا بازسازی نشده. اینا آره بازسازی نشده. عکسش هم گذاشتن که حیوانای آبو میکشیدن بیرون. آره. سخت بوده. ارتفاع داشته و بالاش هم باز بوده. آره. می کشیدن آقا. خب ما از چاه قدیمی اومدیم بیرون و دوباره اومدیم تو محوطه و توضیحات خانم بسیار جالب بود از اون چاهی که آبو می کشیده و به این حوض می آورده، سرریزش هم تازه می رفته توی چاه دیگه و استفاده بهینه می شده ازش. خب دوستان با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان مسجد رو ترک می کنیم. دوستان چه کوچه های قدیمی، خیلی قدیمیه، کوچه شیخ روزبهان. از این زیرا هنوز می رفتم توی کوچه های بعدی. داریم دنبال رستوران داشاکل می گردیم که بریم برای نهار. حالا اینقدر کوچه پس کوچه است که داریم با راه نما میریم. اینجا یه امارت زرنگار که اینم رستوران داره. نه همچنان داریم تو کوچه پس کوچه ها میریم.
پلاکای قدیمی که ثبت میشده با کاشی. آخه شده موزه است. آره علی خانم هم گفت غذاش خیلی عالیه. آره به 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 چه فضایی چه فضایی. شاهنشین داره و قسمت های مختلف برای صرف غذا. هر جا که دوست دارین. به به این هم اتاقای شاهنشینشه برای پذیرایی. به به از این دوغ محلی و پارچه روحی و به به از این ماستخیار و موسیر و خیارشور. چیز میگم خیارشور؟ سالاد شیرازی. و این غذا برنج محلی و کوبیده های خشکه. محوه جون کباب تابعی سفارش دادن. آقا عدد هم داره سالادشو میخوره تا غذاش بیاد. غذای شما چی بود؟ اینجا دارن برامون نارنج میشینه. کباب کچی کباب بختیاره. نوشه جون